زجه های خانواده هایی که به جای عزیزانشان خبر سقوط هواپیمایشان به فرودگاه یاسوج رسید. گمان می رود همه بیش از 60 سرنشین هواپیما کشته شده باشند. پرواز شماره 3704 هواپیمایی آسمان حدود 8 صبح از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت یاسوج به راه افتاد، اما کمتر از یک ساعت بعد جایی در کوههای زاگرس در نزدیکی قله دنا از صفحه رادار محو شد. مطابق این اتفاق سازمان هواپیمای کشوری رسیدگی به سانحه رو شروع کرده، تیم سانحه رو تشکیل داده و از کمپانی سازنده و همچنین سازمان هواپیمای کشوری که این پرنده در این هواپیما در ساخته شده دنبت به عمل آورده تا بیان مسائل فنی رسیدگی بکنن. ما منتظر هستیم پس از اینکه کارشناسای ما دسترسی پیدا کردن به سایت سانحه، بلک باکس هواپیما رو و بتونن پیدا بکنن و اطلاعات و پارامترهای پروازی رو استخراج بکنن تا این شب بتونن اظهار نظر کنن در خصوص علت وقوع سانحه. برف و کولاک و مه جستجوی لاشه با هلیکوپتر را غیر ممکن کرده. رسیدن به منطقه احتمالی سقوط از راه زمین هم آسان نیست. علاوه بر امکاناتی که در استان کوکیلو و بویراحمد داشتیم، ما از ظرفیت استان اصفهان و استان چهارمحال بختیاری استفاده کردیم. با وجود تمام تلاش‌هایی که تا الان کردیم از نیروهای سپاه، ارتش، سایر امکاناتی که در خدمت داشتیم، استفاده از ظرفیت محلی مردم بومی و متعلقینی که در منطقه بودند، اما به دلیل همین شرایط جوی تا الان متاسفانه نتونستیم محل دقیق سقوط هواپیما رو مشخص بکنیم. ده ها تیم امدادی از اورژانس، هلال احمر و دیگر نهادها به روستاهای اطراف اعزام شدند، ولی گزارش ها از کمبود امکاناتی نظیر بیسیم و نیز ناهماهنگی بین نهادهای مختلف حکایت دارد. ولی متاسفانه مدیریت واحدی اینجا نیست که مدیریت بکنه برای امداد رسانی، و الان هم میبینید مسئولین پشت درهای بسته بخش اصلا منتظرن که شب بشه و بعد به فکر باشن که امداد رسانی کنن، که دیگه داره وقت میگذره و باید سریعتر اقدام بکنن. هواپیمای ATR-72 را که سقوط کرد شرکت آسمان 25 سال پیش خریده بود، ولی این هواپیما 7 سال زمینگیر بود تا اینکه همین 5 ماه پیش دوباره به کار گرفته شد. حجت الله فولاد خلبان هواپیما هم بسیار با تجربه بوده و قبلا یک بار موفق شده بود یک هواپیمای ATR-72 دیگر را که یک موتورش از کار افتاده بود به فرودگاه یاسوج برگرداند. این تصاویر یکی از پروازهای قبلی در همین مسیر است. همان گونه که مشخص است، هواپیما در این منطقه با فاصله کمی از روی رشته کوه زاگرس پرواز می‌کرد. فاصله‌ای که در شرایط نامناسب جوی کار را برای هر خلبان کارکشته‌ای دشوار می‌کرده. یاسوج is in a valley. یاسوج در یک دره بین کوه‌ها قرار داره. اگر هوا عالی باشه هیچ هواپیما و خلبانی تصادف نمی‌کنه، چون میتونن کوه‌ها رو ببینن. ولی اگه کوه‌ها رو مه گرفته باشه و مسیر ورود به فرودگاه بین دو قله باشه و از داخل ابرها نشه کوه‌ها رو دید و هواپیما و خلبان بدون اینکه خودشان متوجه باشن از مسیر منحرف بشن، این میتونه باعث برخورد با کوه بشه. 3 سال پیش بود که هواپیمای آنتونوف یا ایران 140 تهران تبس در نزدیکی فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و 38 سرنشینش کشته شدند. از آن زمان حادثه مرگباری برای پروازهای مسافری ایران رخ نداده بود. دلیل حادثه چه نقص فنی باشد، چه خطای انسانی، چه هر چیز دیگری، امشب ده ها خانواده از غم عزیزانشان شاید خوابشان نبرد.